سلام علیکم، سلام علیکم بچه های گل افغانستان، ایران و تاجیکستان. بچه ها امروز میخوایم که با هم دیگه بریم به یه سری دانستنی ها و چیزهای خفنی که من نمیدونم و شاید هم شما ندونین. حالا صرفا که بچه افغانستانین یا افغان هستین دلیل بر این نمیشه که بدونین، شاید ندونین چون منم نمیدونم. یه سری دانستنی خلاصه میخوایم بریم اونا رو نگاه کنیم یا حالا بهش ریاکت بریم. گفتم که توی یوتیوب هم بذارم چون میخواستم در موردش یکم بیشتر بدونم و اینو از تابسن فارسی پیشنهاد شد دیدم که تو این کانال که همچین چیزایی میذارن و منم ترجیدم که این ویدیوشو بیارم که با هم دیگه واسه اولین بار نگاه کنیم و یکم اطلاعات جمع کنیم. و اینکه توی این حالا مسیر میخواستم بگم که اگه اولین بار شما به کانال من اومدین حتما ساب، لایک، شیر و اینا یادتون نره، کامنت بذارین، نظر بدین و اینکه خب حمایت کنین. منم برای شما واقعا دارم هی روز به روز ارتقا میدم کارم و وسیله، هدفون، میکروفون، چه میدونم دوربین، هر چی که شما تا الان نیاز داشتین. و اگه کانال دو ما ندارین دوست داشتین حتما به این کانال دو ما هم سابسکرایب کنین. حسنا دیلی ولاگ هستش که اونجا کلی ولاگای خفن میذارم. آیا میدانستید که اگر از مرز افغانستان به چین وارد شوید ساعت به یک باره 3.5 ساعت جلو میره و دلیل اون ساعت چینه که در همه نقاط این کشور به وقت مرکز این کشور تنظیم میشه؟ آیا میدانستید که ارزش ذخایر معدنی چقدر باحال؟ من فکر کنم یه اتفاقی میفته. آخه من یه مدت پیرو این بودم که زمین صافه، زمین گرد نیست. ولی خب منظورم این نبود که گرده، منظورم این نیست که کلن هیچ گردی توش نیست. منظورم این بود مثلا یه صافه گرد. اینجوری تصور کنیم. ولی از بالا یه گنبد داشته باشه اینجوری. ولی زیرش صاف باشه. یعنی پایینش صاف باشه، پایینش اینجوری نباشه. که حالا چون اگه اینجوری نبود مثلا حالا این کلن کروی باشه واسه مسافت ها یه مقدار فرق میکنه، که بازم اگه اینجوری هم باشه فرق میکنه. یعنی بازم حرف من اشتباه نیست، برای همین فکرم اونه. بعد فهمیدم نه، به خاطر ساعت چینه. دانستید که ارزش ذخایر معدنی دست نخورده و کشف شده افغانستان به بیش از 3 تریلیون دلار میرسه؟ این معادن بسیار ارزشمند در صورت بهره برداری مناسب میتونه اقتصاد افغانستان رو به سطح عالی برسونه. و خوبه که بدونید این فقط معادن کشف شده این کشوره. بله بله، دقیقا اینجوری. هم ایران هم افغانستان به شدت منابع غنی داره و متاسفانه توش دوز زیاده. دوز منظورم سران دولت، مملکت، نه آدم ها، اما مالسف هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آیا میدانستید که 42% از خاک افغانستان حداقل 2000 متر از سطح دریا بالاتره؟ و بلندترین قله افغانستان به نام نوشاخ هم 7492 متر از سطح دریا ارتفاع داره؟ آیا میدانید؟ چه باحال، خوشم میاد. اطلاعات جالبی. کشور ابرقدرت اون زمان یعنی شوروی در سال 1979 به افغانستان حمله و این کشور رو به اشغال خودش در آورد و با ارتشی تا دندان مسلح در خاک این کشور ماندگار شد. آیا میدانستید؟ خیلی بده. رشادت ها و از خودگذشتگی های ملت غیور افغانستان نیروهای شوروی را وادار کرد در سال 1989 یعنی 10 سال بعد از اشغال این کشور شکست را قبول و با دست خالی افغانستان را ترک کند. آفرین آفرین. و یا اینکه ملت افغانستان چند بار هم انگلیسی ها را از خاکشون بیرون کردند. آیا می دانستید افغان ها یکی از مهمان نوازترین ملت های جهان هستند و بیشتر آنها یک سنت قدیمی رو دنبال می کنند؟ به 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 که من می میرم برای غذا افغان، خیلی باحاله. ما رفیق افغان من خودم خیلی زیاد دارم. بعد من خودم کردم، کردا هم به مهمان نوازی معروفن تا حدودی. حالا من نمیدونم شهرهای دیگه چطورن، ولی خب واسه ما همش اینو میگن. بعد میبینم که چه غذاهای خوشمزه‌ای دارن اونور و حتی رفیق عراقی هم دارم، اونا هم غذاهاشون خدای خوشمزه است. ولی من تا حالا چند تا غذاشون رو، بعد یه دونه ویدیو هم گذاشته بودم اتفاقا تو همین کانال خودم، غذای افغان رو دیده بودم. متاسفانه نتونستم همش تست کنم، یعنی شرایطش رو نداشتم چون کسی درست نکرده. ولی اگه کسی درست میکرد دعوت هم میکرد من اوکی بودم، میرفتم میخوردم. ولی فعلا نشد دیگه، غریبی، شرایط سخته. ولی خیلی دوست دارم بدونم چیا میخورن، چی کارا میکنن. الان من این چیزا دیدم گشنم شد نصف شبی، به خدا خیلی خیلی واقعا من سخته، اصلا رژیم خیلی سخته. و این سنت از آنها میخواد هر مهمانی که به خانه آنها آمد پناه دهد.
و با تمام نیرو مهمان نوازی کنند. حتی اگر پناهبرند بابا پپسی دشمن آنها باشند. آیا می دانید ایران و افغانستان همیشه در ناملایمات تاریخی مثل حمله مغول‌ها پشتیبان هم بودند؟ و یا این اصلا یه زمانی من اینو می دونستم که اینا یکی بودن به اسم آریانا اینا بوده فکر کنم، که ایران و افغانستان دو کشور با ریشه های تاریخی و نژاد مشترکند و واژه نژاد پرستی بین آنها بی‌معنی است؟ آیا می دانستید در یک دهه گذشته نام افغانستان بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در اخبارهای سراسر جهان برده شده؟ و یا اینکه ملت افغانستان از 14 قوم تشکیل شده که قندهار، کابل، مزار شریف، هرات، اینا رو شنیدم، این جلال آباد رو نشنیده بودم. نام تمام این قومیت ها در سرود ملی این کشور برده شده؟ آیا می دانستید کشور افغانستان آفرین خوش آمد از اینشون، خیلی خوبه که قومیت ها رو همشون رو مثلا خوب و مقدس می دونن. آثار باستانی بسیار زیبایی است که در صورت ایجاد امنیت در اون کشور درآمد قابل توجه ارزی را نصیب این کشور می کنند. واقعا اگه ایران و افغانستان یه ذره امن بیشتر امن بودن خیلی دوست داشتن که برن، توریستای زیادی هستن که منت میکشن که هنوز پاشن برن اونجا سفر کنن، سر بزنن، ببینن. من خودم یکی از افرادی هم که دوست داشتم همیشه ایران رو کامل بگردم یا حتی افغانستان رو برم ببینم، ولی به خاطر یه سری مسائل واقعا میترسم راستش. که دو مجسمه تاریخی بسیار بزرگ بودا در این کشور بودند که متاسفانه به بهانه نشانه های بت‌پرستی توسط طالبان و در سال 2001 تخریب می شوند. وای چجوری می تونن این بی سواد این کار رو بکنن؟ آخه خیلی گناه، خیلی خوبه اینا، می دونی چقدر اینا به ارزش اون کشور اضافه می کنه؟ آثار باستانی خیلی مهمه، عجب آدم های شرفیان. به بهانه نشانه های بت‌پرستی توسط طالبان و در ناراحت نباشین، ایران هم همینه دیگه، ما خیلی چیزا داشتیم نابودش کردن، واقعا خیلی چیزا داشتیم. 2001 تخریب میشن، امیدوارم ریشه‌کن بشن این امثال اینا. و در پایان آیا میدانستی که خوشبختانه یکی از مجسمه های بودا در حال بازسازیه و همه چیز تا حالا خوب پیش رفته؟ واقعا خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود و فکر کنم این 12 قسمتش بود. من اگه بتونم قسمت های دیگه‌ش هم پیدا میکنم، اگه خوشتون بیاد و ببینم این لایک و شیر زیاد میشه، کامنت زیاد بگیره، این ویدیو بالای 50 کامنت بگیره، حالا من نمیگم 50 کامنت بگیره، من میگم قسمت های دیگه‌ش هم حتما میذارم براتون، به اشتراک میذارم و بیشتر در موردش میفهمم و خیلی هم خوشحال میشم. اتفاقا این باعث میشه که من یه ذره بیشتر در مورد اطرافم بدونم، آدمایی که میبینم، مشکلایی که داشتن، چالشاشون، چیزایی که خوشحالشون میکنه، چیزایی که ناراحتشون میکنه. و خلاصه چون آدم یه بار زندگی میکنه دیگه، دوست دارم در مورد همه چی بدونم. ممکن بود من افغانستان به دنیا بیام یا ممکن بود من آمریکا به دنیا بیام، حالا هر جا که بودم و هر جا که هستم دوست دارم که بتونم آدمای اطرافمو بیشتر بشناسم و درکشون کنم و به همه آدما و قومیت ها هم احترام میذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.